سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، جواتون پرپول و سلامت باشید. امروز ما یه ویدیو دیگه در خدمتتونیم از پیاده روی توی سطح شهر تهران. امیدوارم که بتونیم با این ویدیو هم رضایتتون رو جلب بکنیم. من قبل اینکه بگم کجا اومدیم، تاریخ خدمتتون بگم، امروز 20 آذر ماه سال 1402 دیگه پاییزم به پایان رسید. به سرعت تمام فصل‌ها رو داریم می‌گذرونیم. سعی کردیم که توی تمام فصل‌ها تقریباً هر روز براتون ویدیو بذاریم و هر اون 10 روز دیگه وارد زمستون میشیم و ویدیوهای زمستون رو براتون داریم. با ما همراه باشید تا انتهای ویدیو. حتما ویدیو رو لایک بکنید برای حمایت و اگه دوست داشتید هم یه کامنت برام بذارید. ممنونم. امروز اومدیم به میدان صنعت تهران که یکی از میدان‌های شهرک غرب تهرانه و در غرب تهران قرار داره و یکی از پرتردد‌ترین میدان‌های تهرانه و خیلی شلوغه. عرضم به حضورتون که دسترسی فوق‌العاده قوی هم داره به محله‌های مختلف. از اینجا تاکسی می‌گیرن میرن به سعادت آباد، به حالا خود شهرک غرب، بچه‌ای که می‌خوام پاساژ گردی بکنم، یا نه اینجا میرن اوپال، میرن پاساژ میلاد نور و خیلی از مکان‌های دیگه که واقعا میشه گفتش که میدان صنعت واقعا اصلی ترین جاییه که از اونجا باید اون تاکسی ها رو سوار بشید و به این مقصد ها برید. برای همین خیلی شلوغه و دسترسی خیلی زیاده به اتوبان های مختلف داره. برای همین لحاظ عبور مرور با ماشین هم میدون کاملا شلوغی همونجوری که حالا توی تصاویرم مشخصه. اومدیم براتون اینجا رو ویدیو بگیریم. یکی از محله‌ایه که حالا خود شهرک غرب خودم نیم میدونید به قولی عیان نشینه و مثل شمال تهرانه. قیمت خونه فوق العاده گرونه اینجا و قشر میشه گفت متوسط رو به بالا و حتی بالا دارن اینجا زندگی میکنن. قبل اینکه حالا ویدیو رو شروع بکنیم، اینجا این معرکه یه من بگیره میبینیم، یاد قدیم ها میندازه آدم ها. فکر نمیکردم توی شهرک غرب این مراسم ها هنوز وجود داشته باشه، اما فکر کنم دیگه این شخصی که الان داره این کار انجام میده، من چند بار تو جای مختلف تهران دیدمش، معرکه های زیادی رو توی صد شهر تهران اجرا میکنه. ولی این بار هم یک بار تو پارک قیطریه دیدمش. این بار هم اومده توی شهرک غرب. اولی خورده این تصویر رو براتون میگیریم که شاید خیلی از بیننده هامون رو یاد قدیما بندازه. بعدش هم دور میدان صنعت یه پیاده روی میکنیم و میریم به سمت یک مقدار بالاتر، سمت پاساژ ایران زمین، و اونجا ویدیو رو به پایان میرسونیم. با ما همراه باشید. حتما توی کامنت ها بین اشاره کنید که دوست دارید کجا رو براتون ویدیو بگیریم. اگر مقدور باشه این کار رو براتون انجام میدیم بدون منت. تشکر میکنم از شما فعلا. که میخواد کمکش کنه بلند بگه یا علی. با یا علی گفتنت قدرت پیدا میکنه، با یا علی گفتنت رونق پیدا میکنه. آرد نیاد بلند بگو یا علی. من در میارم، به خدا خسته شدم درویش، به خدا.
خدا خسته شدم دیگه توان ندارم. آی خواهر برادر به خدا خسته شدم. کتیبه رو دک کن. خدایا همه ی مریضا رو شفا بده. خدایا هیچ مردی رو شرمنده زن بچه‌ش نکن. آقایان این داخلش قرآنه، به این قرآن خسته شدم از دست این زنجیر. چرا؟ چون جنسش نامرده. برادرم ازم گرفت. دروغ بگم سرطان بگیرم. پارکینگ شابدل از این دوتا بچه‌ش یتیم بود. پسرش مشللان دکتره، رئیس آتششانی. الان آقایان دکتری نمی کنه ولی دخترش الان یه دونه بچه داره. خدا بر نذارید. من دو تا دعا کنم، اگر زیر زنجیر مردم فدای سرت، ولی اگر زنجیر پاره شد خواهر برادر از یه دونه 100,000 تومان، یه دونه 50,000 تومان، 10 تومان، 20 تومان به خاطر سر بریده امام حسین بذار روی این پرچم. فکر کنون دختر کوچولوی من خواهر کوچولوی شماست. پولی 1 کیلو میوه بیشترم نمیخوام. کی بلده بلند بگی آ حسین؟ اگه زنجیر پاره شد بیا کمکم کن، پاره نشد یک قرون ازت نمیخوام. همه یه مارا رو بیارم بیرون، خلقت خدا رو براتون نشون بدم. یه ماری که یه دونه سر داره از 3 جا قضا میخوره، به اتمام این قرآن خلقت خدا رو براتون نشون بدم. ولی زنجیر پاره شد شیر مادرت حق اون دختر کوچولوی منو نبر. قلبش اینقدر، خودش آقایان 6 سالش، هر کی دلش شاد کرد خدا زندگیش همیشه به شادی کن. بلن بگه لاحیومی، خبر بد در خونت نیاد. بلن بگه لاحیومی، هر کی به این کارخانه من پول کشید به اون دختر کوچولی من، امروز بعد از 8 سال که اومدم اینجا الباقی کارت تو بیمارستانا تصادف نکشی. بلن بگه لاحیومی، داداش من این پول گذاشت اینجا، یه دونه آدانس نمیدن، یه کیک نمیدن، یه بربری نمیدن، ولی یا بلفت و بابل حبائجی شب و روز حقیقت داره. خدا جای حق نشسته، هر کی پول اینجا میذاره تا شب نشده در خونهشو بزنن عوضشو بهش بدن 100 برابر. بلن بگه لا یومی، بذار نوار از علی بخونه. نوار اگه زنجیر پاره شد تو رو خدا همه کمکم کنه، نظر من جلون دختر کوچولوم دست خالی برم. همه این بدبختیه به خاطر یه لقمه نون حلال برای زن بچه. یا علی بذار نوار بخونه. حتی مرتضی علی تو بیمارستان کار نکنه. به حق به امام زمان خدا سایه شما را از سر خانوادتون کم نکنه. میگه قرآن میگه ارحم و ترحم، رحم داشته باشه خدا بهت رحم کنه. یا بلفض به قلب عاشقانت هوا بکن. عوض بده، عوضش با ابوالفضل باشه. به حق امام زمان تو بیمارستان کارت نکشی. میگه مردی و مردانگی به گذشت و کرم است، مرد صاحب کرم در دو جهان محترم است. قرآن میگه ارحم و ترحم. برو مرد به آبروی پیغمبر خدا به عوض بده، عوضش با امام رضا باشه. بلند میگن یا بلفاز.
هستم ترکید، به خدا فلجم کرد. حالا جان امام حسین، تو را به دستای ابوالفضل حق بده.